بر اساس گزارش رسانه ها خالد امیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی گفته است که در چند روز گذشته بیش از 300 طالب کشته و زخمی شدند خالد امیری در فیسبوکش نوشته است که طالبان در جنگ روبرو شکست خوردند و در پی انتقام دست به جنایات جنگی علیه بشریت زدن امیری افزوده است طالبان در پنشیر اندرا ورسچ مردم ملکی را دستگیر زندانی و شکنجه و تعداد زیادی را به شهادت رساندند که شامل کودکان و افراد مسن نیز می شوند همچنان جزیات مکمل از درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در اولسوالی خنج قریه پاوات منطقه چوبک صبح امروز یک گروه از طالبان تا بدندان مسلح که تعدادشان به بیشتر از چهل نفر می رسید بالای قرارگاه مقاومتگران در دره چوبک تالار بید حجوم بردن و قصد از بین بردن نیروهای مقاومت ملی را داشتند که با مقاومت این نیروها روبرو شده و به تعداد 35 نفر از طالبان کشته شدند و در این نبرد تعدادی از مهمات و سلاحهای طالبان به غنیمت گرفته شده است تنها از نیروهای جبهه مقاومت ملی یک نفر زخم سطحی برداشته است گزارش ها از ولایت پنشیر در شمال کابل حاکی است که طالبان شماره را به زن ارتباط با جبهه مقاومت ملی در این ولایت بازداشت و با آنها بدرفتاری کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه اجتماعی نشان می دهد که افراد مسلح طالبان غیر نظامیان را در ولسوالی دره ولایت پنشیر بازداشت کرده و دستان آنها را از پشت بشته و کوتک می زنن. یک فرد طالبان در این ویدیو به زبان پشتو میگوید که افراد بازداشت شده مربوط به گروه مقاومتان صفقت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان پیشتر از آغاز یک عملیات نظامی این جبهه در پنشیر خبر داده و گفته بود که تمامی مناطق شهرستانهای های و آبشار بجز مراکز آنها به دست نیروهای این جبهه افتاده است این در حالی است که سخنگویان طالبان این نوع درگیری و رویداد نظامی در این مناطق را رد کردند اگرچه برخی از منابع محلی به رسانه ها گفتند که درگیری ها پراگنده هنوز در برخی از این مناطق ادامه دارد آقای احمدی در یک پیام تویتری همزمان از کشته شدن ششتن تن از افراد این جبهه در درگیری با طالبان در پنشیر خبر داده است او همچنین از آغاز درگیری های, های تازه در مناطق پل حصار و قاسان در ولسوالی اندراب خبر داده و میگوید که به نیروهای طالبان تلفات زیادی وارد شده است جبهه مقاومت ملی گفته است که دست کم دوازده تن از افراد طالبان را در این درگیری های اخیر کشته و شماری از جنگ افزارهای طالبان را نیز به غنیمت گرفتند زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان اما ادعای جنگ در پنشیر را تکذیب کرده است. آقای مجاهد در تویت نوشت که در پنشیر تخار و دیگر مناطق هزاران تن از نیروهای این گروه حضور دارند و به دشمن مجال تحرکات منفی داده نخواهد شد. بر اساس گزارش رسانه ها منابع محلی در ولایت جوزجان تایید می که پنج طالب در درگیری با افراد مسلح در این ولایت کشته شده است. منابع محلی بر روزنامه اشت صبح می که این تعداد از طالبان ساعت یک و نیم سیشن به شب در ساحه ترکمن قدوق ولایت جوزجان پس از درگیری با افراد مسلح کشته شدند. در این درگیری سه طالب دیگر زخم برداشته است.